از سوی دیگر سازمان حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در خصوص افزایش آمار مرگ بر اثر ابتلا به بیماری وبا در یمن هشدار داد. سازمان یونیسف اعلام کرد تا کنون بیش از هفتاد هزار مورد ابتلا به وبا در یمن گزارش شده که تنها طی روز بیش از 600 تن از آنان جان خود را از دست دادهاند. خیرت کابلاری مدیر منطقه سازمان یونیسف در خاور میانه و شمال آفریقا وضعیت کودکان یمنی را فاجعه آمیز توصیف و پیش بینی کرد که با ادامه شیوع و در یمن آمار مبتلایان این بیماری در این کشور ظرف دو هفته آینده به 130 هزار نفر افزایش یابد. او پس از بازدید از یکی از بیمارستان‌های یمن گفت سحنه دلخراشی از کودکان را دیده است که آخرین لحظه های زندگی خود را سپری می کردند و نوزادانی را دیده که با کمتر از یک کیلو وزن با مرگ دست و پنجه نرم کردند. به گفته یه پزشکان حاضر در یمن کودکان زیر پنج سال که با مشکل سوء تغذیه روبرو هستند بیش از دیگر گروه های سنی در معرض خطر ابتلا به بیماری وبا قرار دارند. این در حالی است که حملات عربستان سعودی و متحدین این رژیم به یمن وارد سومین سال شده و در سایه سکوت ارگان های بین المللی همچنان کشور یمن را در محاصره دارند و مردم بیدفاع این کشور را مورد حملات نظامی قرار می دهند. این حملات که با هدف بازگرداندن قدرت به عبدربه منصورهادی، منصور رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن به اجرا درآمده تاکنون دهها هزار تن را به صورت مستقیم کشته و یا مجروح کرده است